همین رابطه اینجا در استدیو همراه میشیم با همکارم مرتزا کازمیان خب آقای کازمیان همونطور که در خبر هم داشتیم الان در واقع نهادهای حکومتی از نظام سیاسی و ولایت فقیه میگن و حمایت میکنن و از طرف دیگه میبینیم که همزمان هم برنامه داره برگزار میشه از زندانیان سیاسی سابق که از حکومت اسلامی دارن در واقع انتقاد میکنن این تناقض به چه دلیله؟ این در واقع همون صورتبندی وضعیت متناقض یا پارادوکسیکال جامعه ایرانه یعنی از یک طرف یک جامعه که زیر فشارهای مختلفن حالا بخشش داره به تصویر کشیده میشه یا روایت میشه در این برنامه که الان جریان داره چهار دهه بدرفتاری با زندانیان سیاسی، ناپدیدسازی، ترورهای سیاسی شکنجه سلول انفرادی در اشکال مختلف که دامن گروه های سیاسی مختلف کنشگران مختلف رو گرفته این بخشش و البته همزمان شاهد صفای عجیب و غریب خرید مرغ هستیم و اون فشارها و مشکلاتی که گریبان جامعه ایران به ویژه اخشار نابرخوردار رو گرفته و بخشش مثلا خودش رو در نبود واکسن کرونا حتی متولور میکنه این اون وضعیت اجتماعی است که چرا که گفتم خودش رو داره در یک برنامه سیاسی روایت زندان های جمهوری اسلامی صورت میکنه همزمان البته روایت نهادهای حکومتی شورای نگهبان سپاه پاسداران دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری همه اینها امروز بیانیه دادن تجلیل کردن از کارنامه جمهوری اسلامی یاد کردن از سال روز رفراندوم همه پرسی برای جمهوری اسلامی و این کارنامه نظام ولایت فقیهی رو خیلی موفق ارزیابی کردن این اون وضعیت متناقضیه که به نوعی شکاف بین جامعه و حکومت رو داره نمایندگی میکنه یا متبلور میکنه اون شکافی که حالا بخشش در کارزار نه به جمهوری اسلامی داره باز بازخانی میشه روایت میشه و تاکید میکنن یک بخشی از جامعه ایران مخالفان وضع موجود تغییر خواهی مطالبه میکنن و نمیگن به جمهوری اسلامی و البته جالبه که سمت و این مخالفان وضعیت موجود هم رفراندوم برای تغییر وضع هست برگزاری همه پرسیه چیزی که باز در جمهوری اسلامی شاهد اون نیستیم چنانکه که حتی آقای روحانی هم دیروز مثلا فقط اشاره کرد که چهار دهه گذشته ما همه پرسی در چارچوب حتی قانون اساسی رخ نداده دقیقا همین سوال میخواستم از شما پرسم روحانی دیروز تو صحبتاش به همه پرسی اشاره کردش چقدر این در واقع صحبت قابل تحقق چقدر همسو با خاص جامعه است اون چیزی که آقای روحانی دیروز ابراز کرد البته فقط در یک مقطع اون همه پرسی تغییر قانون اساسی یک چیز فرمایشی برگزار شد جدایی از همه پرسی اول اما حتی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی شاهد نبودیم که یک همه پرسی برگزار بشه که به پرسش های اولیه با فراخان به جامعه با پرسش از مردم پاسخ داده بشه این نشون میده تا چه اندازه جامعه غیر خودی هست برای حاکمیت تا چه اندازه افکار عمومی اکثریت مردم بیگانه هستن برای حکومت به همین معنا یا از همین زاویه هم هستش که حکومت وارد یک بدبستان میشه با چین که حتی اون توافق یا اون تفاهم برای افکار عمومی برای شهروندان پنهان نگه داشته میشه حتی به مجلسی که برآمده از شورای نگه... نظارت استثنایی شورای نگهبان به اونجا هم نمیشه جالبه که شورای نگهبان امروز ای که داده برای و فروردین تاکید کرده که من حافظ جمهوریتم در حالی که یکی از موانع اصلی تکوین انتخابات آزاد سالم و عادلانه شورای نگهبان و نظارت استثوابیش یک نهادی که زیر مجموعه شخص اول نظام داره باستولید میکنه این اختدارگرد. حاکم و ادامه میده روندهای غیر دموکراتیک رو البته همزمان با حمایت نهادهای امنیتی به طور مشخص سپاه پاسداران که اون هم امروز بیانیه داده تجلیل کرده از وضع موجود و باز جالبه که همه این نهادهای حاکمیتی با وجود اینکه مردم رو بیگانه میدونن اما فراخان دادن برای اینکه مردم در انتخابات آتی شرکت کنن گویا اینکه فقط مردم ایران باید یک حضور نمایشی داشته باشن پای صندوقهای رأی که مهری بخوره برای صورت نظام در حالی که حاکمیت سیاسی داره پروژه های خودش رو بی به جامعه تعقیب میکنه امنم از شما همکارم مرتضی کاظمی اینجا در استودیو همراه ما بودیم